الباحث في الشؤون الاستراتيجية علي أكبر رأي في بور. أهلا بكم أستاذ علي معنا في هذه المساحة الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهدين الكرام. أهلا بك علي. انطلاقا مما قاله الزملاء، خاصة ما قاله الزميل أحمد البحراني، مرشحون الأصوليون بدأوا وكأنهم يصرحون أن بعضهم قد ينسحب من هذا السباق. بداية، لماذا يكرر الأصوليون نفس التجربة، تجربة عام 2013، وهناك لهم 5 مرشحين في السباق؟ لماذا لم يتفقوا على واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض بکنم که دیروز هم آقای زاکانی به صورت صراحتا در واقع اشاره کردن و هم آقای قاضی زاده توییتی زدن که کنار خواهند رفت، یعنی به نفع جریان انقلابی. منتها برداشت تحلیلگران انتخاباتی متفاوته در ایران. یعنی اینکه ببینید، مثلا آقای قاضی زاده هاشمی الزاماً سبد آراییشون همش به سمت اصولگرایی نمیره، یعنی اینکه ایشون به خاطر پزشک بودنشون، برخی از جامعه پزشکی ایران، پرستاران، دکترها، اینها بهشون اقبال دارن، ممکنه با کنار رفتن ایشون اینها یا شرکت نکنن یا به یک کاندیدای دیگری در واقع رأی بدن. یک محاسباتی داره. من دیشب که آخرین نظرسنجی رو گرفتم، حالا اینجا خوبه بگم که یک سری شیطنت هایی هم دارن میکنن، مثلا نظرسازی میکنن تو شبکه های اجتماعی، ربات فعال شده، مثلا به جای که نظرسنجی باشه نظرسازیه در واقع. یک کاندیدایی که مثلا رأی کمی داره خیلی زیاد داره نشون داده میشه. انا قرات بالمناسبه هذه التغريده لك على تويتر عندما كتبت واتهمت الحكومه بهذا الموضوع، يعني هل فعلا الحكومه لها علاقه فيما يخص هذه الاستطلاعات؟ ببینید، نمیتونیم بگیم الزاما دولت به معنی اینکه دولت آقای روحانی، اما خب یکی از در واقع متهمان این بازی‌های رسانه‌ای، من میگم بازی‌های رسانه‌ای، در واقع طرفداران دولت یا در واقع غرب‌گراها و لیبرال‌ها هستن. خب در کشور ما چون ید طولایی هم در این مسئله دارن اینها. اما آخرین نظرسنجی که من خودم گرفتم، الان مشارکت، یعنی 23 آذر ماه ما 48% بوده و 66% با آقای رئیسی رأی میدن، 12% هنوز تعیین نکردن، هنوز دارن فکر میکنن، هنوز مرددن، و 6% آقای رضایی، 4% آقای جلیلی، 4% آقای، خدمت شما عرض بکنم، قاضی زاده هاشمی، 3% آقای همتی و 1% مهرعلی زاده. یعنی الان جریان غربگرا با 2 کاندیدایی که داره، آیه همتی و آیه مهرعلی زاده، سرجم 4% اینا با هم دیگه. خب و خیلی از محل اعرابی ندارن. برای همین جریان غربگرا در کشور، من خیلی دوست ندارم بگم اصولگرا یا اصلاح طلب، چون این دو قطبی در کشور ما چند سالی تغییر کرده. ما میگیم غربگرا و غیر غربگرا و انقلابی، در واقع غربگرا و انقلابی، این دو قطبی رو در واقع ما تو کشورمون داریم. اون جریانی که میگفتیم اصلاح طلب یا اصولگرا دیگه اینطور نیست. مثالی برای شما اعتقد هذا الموضوع يحتاج منك الى تفسير استاذ علي اكبر. تتحدث عن غربيين واصوليين وليس اصلاحيين واصوليين، على اي اساس؟ انا توضیح میدم. بله چش، خدمت شما عرض بکنم، اوایل انقلاب ما دو جریان داشتیم، دو جریان بزرگ، جریان چپ و جریان راست. جریان چپ خیلی به اقتصاد دولتی اعتقاد داشت، خیلی تو مباحث سیاسی، سیاست خارجی ضد امریکایی بود، طرفدار فلسطین، آزادی فلسطین، ضد اسرائیل. و جریان راستی طرفدار بازار بود. البته هر دو انقلابی بودن، جریان چپ انقلابی تر. اما با مرور زمان، با گذر زمان، یعنی در دولت‌های هاشمی که یک جریان راستی بود سر کار اومد، جریان چپ کنار گذاشته شد از قدرت و اینها بعد از دهه 60 یک تغییر عجیب غریب کردن، یعنی به شدت به سمت غربگرایی میل پیدا کردن. باورتون شاید نشه، بعدها همین اینها میشن در واقع ریشه های همین اصلاح طلب ها که میل به در واقع غربگراییشون درشون بیشتره و چنان از اصول انقلاب خارج شدن که اصولگراها گفتن خب شما که دیگه از اصول انقلاب خارج شدید، پس ما اصولگرا هستیم. اصلا برای همین مبنا اسم خودشون رو گذاشتن اصولگرا. و از دهه 80 به بعد، 80 شمسی کشور خودمون دارم عرض میکنم، این هم تغییر کرده. یعنی دیگه الان ما خیلی اصلاح طلب اصولگرا نمیبینیم. ببینید مثلا آقای لاریجانی یک در واقع ریشه ایشون اصولگراست،
اما میبینیم کاملا در خدمت دولت آقای روحانی بودن، در خدمت دولتی که ما غربگرا میدونیمش، خب، و اصلاح طلب ها از او حمایت میکنن. فلز اون دو قطبی هم دیگه تغییر کرده، اصولگرا و اصلاح طلب. الان ما میگیم انقلابی و غیر انقلابی، میگیم غربگرا و غیر غربگرا، اینطور بگیم درست تره. چون برخی از اصولگرایان ما الان میشناسیم که طرفدار آقای روحانی هستن و برخی اصلاح طلب هایی رو الان شما میبینید که اومدن در ستاد آقای رئیسی. خب، یعنی این یک تقسیم بندی جدیدی داره شکل میگه در کشور ما. مع الإشارة إلى أنه هذا رأي يعبر عنك سيد علي أكبر فيما يخص الذي ذكرته قبل قليل، لأنه أيضا ليس معنا أحد من الإصلاحيين ليرد على هذا الكلام الذي تفضلت به قبل قليل، يعني كما ذكرنا هو رأي شخصي أنت تتحدث به الآن، استنادا إلى الاستطلاع الذي ذكرته قبل قليل أستاذ علي أكبر، خاصة فيما يخص الأرقام، تتحدث عن أنه 66% من المستطلعين حتى الآن سينتخبون السيد إبراهيم رئيسي ويحل في المرتبة الثانية ربما السيد محسن رضائي. هل هذا يعني أنه حتى لو استمر المرشحون الأصوليون الخمسة في هذا السباق الانتخابي المقرر يوم الجمعة المقبل فأن السيد رئيسي سيفوز بهذه الانتخابات؟ يعني هل يمكن الاعتماد على هذه الأرقام والوثوق بها بأن السيد رئيسي سيفوز بالانتخابات كائنا من كان المنافسون؟ خدمت شما عرض بکنم که نه، یه توضیحی دارین. همینطور که خبرنگار شما از لاهیجان گزارش فرمودن، میبینید که عملا جریان طرفدار دولت مردم هیچ میلی بهشون ندارن. ببین، ستادهای آقای رئیسی ستادهای کاملا مردمیه، یعنی مردم خودشون جمع میشن با همدیگه پول میذارن، بنر میزنن. همین ایام خیلی مثلا با ما مردمی تماس میگرفتن که منو دعوت میکردن برای سخنرانی و امثالو. یا آقای مهرعلی زاده که در مناظرات ریاست جمهوری خیلی در واقع به دنبال تحریک ترک ها رفت، چون ایشون ترکه، اهل شهر مراغه هست. سفری که دیروز ایشون به تبریز داشتن، 50 نفر تو استقبالشون نرفتن تو سخنرانی که توی ورزشگاه تقریبا گرفتن. خب، یعنی حتی یعنی ایشون به محل خودش، محلی که در واقع محل به دنیا آمدن ایشون هستش، رفته، استقبالی ازش نشده. ببینید، اینقدر عمل کرده آقای روحانی تو این 8 سال بد بوده، هم برای مردم، به ما و مردم، فارغ از نگاه سیاسیشون، از نظر اقتصادی مردم دارن میسنجن، از نظر غرور ملی دارن نگاه میکنن، ضربه خوردن مردم ایران، میلی به ادامه دولت آقای روحانی ندارن. دولت امیدوار بود که مذاکرات برجام که الان در وین داره پیگیری میشه نتیجه بده و اون رو به عنوان یک بسته کمکی، به عنوان یک نیروی کمکی در انتخابات تزریق بکنه و از اون سمت بتونه نیروی بگیره، که اون هم جواب نداده. فلذا این که گفته میشه آیه مهرعلی زاده الان محبوبیتش مثلا 1% واقعیه، یعنی در عمل هم وقتی ایشون جای میره برای سخنرانی کسی شرکت نمیکنه اصلا، یعنی شما عملی هم کسی رو نمیبینی در عمل بیاد به استقبال ایشون، یک واقعیت. حالا اما جریان غربگرا، حالا شما میگید اصلاح طلبی نداره، اما این من استقبالم میکنم که عزیز اصلاح طلبم بشینه روبروی من با هم صحبت کنیم. هذا واقع الحال في ايران، يعني هذه هي التسميات الموجوده اليوم في ايران، هناك اصوليون وهناك اصلاحيون، هذه التسميات الموجوده والتي نحن نتحدث فيها بطبيعه الحال بالميادين، لاننا نحن لسنا جزء في الصراع، نحن نواكب هذه العمليه الانتخابيه بكل مهنيه وحرفيه. بله بله، من هم عرضم اینه که میشه اینطور گفت که اکثریت اصلاح طلب ها شدن اون جریان لیبرال و اکثریت اصولگراه ها شدن اون جریان انقلابی، اما این قطعیت برای همشون نداره. مثال نقض آقای لاریجانی رو من عرض کردم، رئیس مجلس ایران بود اما طرفدار آقای روحانی بود. خب، این در حال گذاره، یعنی این دو قطبی به یک شب تغییر نمی کنه. ما در حال حالت گذار هستیم که این اتفاق خواهد افتاد به زودی. خب، و حتی برخی الان جریان های سلطنت طلب، خب، که اصلا با جمهوری ما مشکل دارن، خب، ما 40 سال علیه اونا انقلاب کردیم و خارج از کشور هستن، جالب اینجاست که از جریان و اصولگرایی دارن حمایت میکنن در خارج از کشور، در خارج از ایران. چرا؟ میگن جریان غربگرا ایران را ضعیف کرده، اما جریان انقلابی ایران را قوی نگه داشته. خب، و اونها ایران قدرتمند رو دوست دارن، چون اونا مسائل در واقع ناسیونالیستی براشون مهمه. فلذا من اینم عرض بکنم. اما جریان غربگرا یا اصلاح طلب، بذارید من بگم، ببین نداره، جریان اصلاح طلب به دنبال اینه و واقعا از نظر رسانه‌ای قویه. خب، قدرت اینو داره، سال 92 نشون داده. این که در 2-3 روز مانده به انتخابات یهویی موج‌های
رسانه‌ای و تبلیغاتی قوی درست میکنه. ستحدث معك بالتفصيل عن موضوع الاصلاحيين وطريقه ادارتهم لانتخابات هذه السنه ان كانت ستشبه ايضا انتخابات عام 2013. ولكن قبل ذلك سؤال ايضا فيما يخص الاصوليين، هل تتوقع بحسب معطياتك ومعلوماتك سينسحب بعض المرشحين الاصوليين لصالح مرشح اخر، خاصه بعد التصريحات التي ادلى بها السيد زكاني والسيد امير قاضي زاده هاشمي؟ بله، ببینید من که فکر میکنم مثلا آقای زاکانی که قطعا به نفعشون کنارگیری میکنه، آقای قاضی‌زاده هاشمی هم توییت که زدن، یعنی که من هر لحظه آمادم ببینم جریان انقلابی به چه میرسن. حتی ایشون هم لفظ انقلابی در توییت خودش استفاده کرد، نه اصولگرایی. خب الان از خود منم بپرسید بگید شما اصلاح طلبی یا اصولگرام، میگم هیچ کدوم، من انقلابی ام، یعنی به هر دو تا نقد دارم. خب بعضی موقع ما به جریان اصولگرایی هم نقد داریم، از این جهت میگم یک رویش تازه‌ای در ایران اتفاق افتاده که این خوبه یک روزی بینندگان شما راجع به اینها بشنون. خب اما خب اسم دیگه، اسمی بله، اصلاح طلب اصولگرا. خب ببینید جریان اصلاح طلب خیلی دقیق و قوی قبل از انتخابات میتونه موجای رسانه‌ای تولید کنه. معمولا این موجای رسانه‌ای سوار میشه بر روی جوانان، زنان، رأی اولی‌ها و از این جنس. مثلا شما ببینید آیه همتی در مناظره‌ها راجع به کی پاپ صحبت کرد، موسیقی پاپ کره‌ای. خب ولكنك أستاذ علي أكبر تقول كلام جدا هام الآن في الداخل الإيراني، تتحدث عن تيار ثوري عن تيار أصولي وتفصل ما بينهما وتقول أنك تنتمي إلى التيار الثوري. تحدثت قبل قليل عن تيار الإصلاحي ونظرتك لهذا التيار، ولكن ما هو التيار الثوري وما الفارق بين التيار الثوري والتيار الأصولي؟ سأعود وأسألك عن موضوع إدارة الانتخابات بالنسبة للإصلاحيين، ولكن هذه أيضا معلومات هامة أعتقد أنه المشاهد يريد أن يستمع لتفاصيل عنها. ببينيد ما زمانك انقلاب كرديم یا آرمان‌هایی داشتیم، یه مبانی داشتیم، یا اصولی داشتیم و طبق اون اصولمون، اسرائیل مثال میزنم در حوزه دشمن شناسی، مبنای ما برای دشمنی با یک کشور یا یک ملت یا یک جایی چیست؟ ما اینو باید اعلام کنیم. ما میگفتیم که با اسرائیل قطع ارتباط بودیم و آفریقای جنوبی، هیچ کدام اینا با شیعیان نمی‌جنگیدن، اسرائیل با اهل سنت داشت می‌جنگید و آفریقای جنوب با سیاه‌پوستان. ما قطع ارتباط بودیم، ما هنوز اون موقع با آمریکا ارتباط داشتیم، با شوروی ارتباط داشتیم، خب با انگلیس و خیلی کشور اروپایی ارتباط داشتیم، اما با آفریقای جنوبی نه. این مبنای شکلی دشمن. ببینید ما یک زمانی با کشورهای عربی، ما 8 سال با عراق جنگیدیم، این واقعیته. اما الان یکی از دوست‌ترین کشورها عراقه. چرا؟ چون عامل دشمنی که صدام بوده از بین رفته، ما مبنا داریم برای دشمنیمون. این نیستش که مثلا کلا با یک جای در دشمنی باشه. بعد از بین رفتن حکومت آپارتایدی و نجات پرستانه در آفریقای جنوبی، یکی از بهترین روابط رو ایران الان با آفریقای جنوبی داره. خب یا اینا مبانی ماست. از سمت دیگه گذر زمان نشون داد که این جریان انقلابی اصیل در مدیریت کشورم خیلی قوی تر بوده، هم مقبولیت بیشتری داشته، هم برای ایران آورده های بیشتری داشته. ببینید مثلا ما 4 سال ابتدای دولت های احمدی نژاد رو در ایران تکرار نشدنی می‌بینیم، هم موفقیت های درونی برای ایران، هم موفقیت ها برای جبهه مقاومت، برای انقلاب اسلامی. خب شما فکر بکنید ببین ما جاهایی که مدیر انقلابی داریم مثل صنعت موشکمون، خب جز پیشرفته ترین کشورهای دنیایی، خب اما جاهایی که مدیران لیبرال به کار بردیم همش پسرفت داشتیم، همش عقب گرد داشتیم. فلذا مردم ما رو به این نتیجه رسونده حتی اگر کارآمدی میخواید شما، حتی اگر اقتصاد خوب میخواید، حتی اگر پیشرفت میخواید، سراغ مدیران انقلابی باید برید. ببینید سردار سلیمانی نماد یک مدیر انقلابی بود که محبوبیت بیشتری محبوبیت رو در ایران داشتیشون تو نظر سنجی ها. خب و در تشییع جنازه شون هم یه همچین اتفاق افتاد. حالا ببینید مثلا سردار سلیمانی با اصلاح طلبا میوناش خوب بود، با اصولگرام خوب بود، یعنی در واقع با اصلاح طلب های انقلابی میوناش خوب بود، با اصولگراهای انقلابی میونش خوب بود. یک انقلابی با اشرافیت نمیتونه بسازه. ما با اشرافیگری مدیران به شدت مشکل داریم و نمیتونه بپذیریم. حالا یک اصولگرا هم بیاد اشرافی باشه، ما اینو نخواهیم پذیرفت. ببینید جریانی که امروز در کشور ما اتفاق افتاده، شما ببینید در مناظرات ریاست جمهوری بحث قابل توجهی راجع به شفافیت انوار دارایی مسئولین مطرح شده. نامزدهای انقلابی خودشون پیشگام شدن، انوار داراییشون اعلام کردن و گفتن ما شفافیت رو وارد دولتمون خواهیم کرد، ما حقوق‌های زیاد به مسئولین بالایی نخواهیم داد، ما بهشون میگیم حقوق‌های نجومی در ایران نخواهیم داد، باید مثل بقیه مردم حقوق بگیرن. همینا رو که کنار هم دیگه می‌ذاریم، یعنی یک مبانی داریم، یک اصولی ما داریم،
که من بخوام تو 4 تا فقط خلاصش کنم، یکی میگم کارآمدی، میگم مقبولیت، میگم ولایت مداری و میگم عدالت خواهی. کسایی که این 4 تا رو داشته باشن ما اینا رو انقلابی میدونیم، مثل سردار سلیمانی و اینطور. الان دلیل اقبال به آقای رئیسی توسط بدنه مردمی مقابله با فساده. استاذ علي، بما انك ذكرت الشهيد قاسم سليماني في اكثر من مره الان، طيف الشهيد قاسم سليماني الان سيكون حاضر في هذه الانتخابات؟ يعني ايش جريان آقای سليماني؟ لا لا، ليس طيف الشهيد قاسم سليماني، اسم الشهيد قاسم سليماني، هل هناك استحضار اليوم للشهيد قاسم سليماني ايضا في هذه الانتخابات؟ ببینید، بله، ببین همین الان مثلا هشتگی که توی توییتر فارسی الان داره استفاده میشه با عنوان مردم میدان، که توسط مردم داره انجام میشه، برگرفته شده از مرد میدان سردار سلیمانی است. خب در بسیاری از تبلیغات ما دست قطع شده سردار سلیمانی رو میبینیم که در حالی که مثلا انگشتش جوهریه و میخواد رأی بده داره استفاده میشه. و میخوام بگم، ببینید یه توضیح بدم، این خیلی خوبه فکر میکنم برای بینندگان شما، این که ببینید بدنه مردم ایران خب نه الزاما اصولگرا نه اصلاح طلبن از نظر سیاسی. خب مردمیان که یه سری آرمان‌های انقلابیشون رو قبول دارن، متدینن، تدینشون براشون مهمه، دینشون براشون مهمه و کشورشون رو دوست دارن، منتها تو تدین و دینداری یه طیفن، حالا یه خورده سفتر میگیرن، یه خورده عده شلتر میگیرن. خب و ما خوب نیست رو اینا اسم بذاریم، اینا اسمشون مردمن. در نگاه امام خمینی اینا مردم بودن و امام میگه میزان رأی همین مردمه. در نگاه رهبر انقلاب الان همین مردم مبنان. اینها اصلا تو این دستبندی سیاسی قرار نمیگیرن. اینها مثلا عاشق سردار سلیمانی بودن، اینها الان مثلا از آقای رئیسی خوششون اومده. خب برای چی؟ برای اینکه مقابله با فساد کرده، برای اینکه تو این 2 سالی که در قوه قضاییه بود بسیاری از مسئولینی که در فساد اقتصادی نقش داشتن باشون برخورد جدی کرد. اینا الان تو زندانن، 20 سال 10 سال 15 سال زندان گرفته. اینا قبلا توی حاشیه نسبتا حاشیه امنیتی بودن. خب یک بازگشت به مبانی انقلاب صورت گرفته. في العاصمة الإيرانية، البحث في الشؤون الاستراتيجية الأستاذ علي أكبر، رأي في بور، أهلا بك مجددا. قبل قليل أستاذ علي أكبر أخبرني الزملاء أن الحوزة العلمية في قم أعلنت دعمها للمرشح إبراهيم رئيسي، دلالات هذا الدعم؟ بله، من أولا هنا كثير عرض بكنام كي أسامي بيناندوهاي شما دعوت مكنام بإيران سفر كنن. إيران كشور زيباي خيلي أمن و خيلي مهمان نوازن إيرانيا، و خدمت شما عرض بکنم جز معدود کشورهایی که شما هم همزمان میتونید هم اسکی روی آب برید هم اسکی روی برف، یعنی انقدر تنوع اقلیمی داره. خب خدمت شما عرض بکنم نه تنها حوزه علمیه که اهل تشیع هستن، بلکه دیروز اهل سنت برای اولین بار اعلام کردن که از آقای ابراهیم رئیسی دارن حمایت میکنن. ببینید اهل سنت تا قبل از این از اصلاح طلبها حمایت میکردن، بین 5 تا 6 میلیون هم رأی دارن. خب که رأی مهم است. خب در کشور ما اقلیت هستن اهل سنت در کشور ما، اما در مجموع جمع رأیشون مهمه، 5-6 میلیون رأی میشه و تا حدودی تعیین کننده است. دیروز اعلام کردن که ما از آقای رئیسی حمایت میکنیم. یعنی جریان غربگرا انقدر بد عمل کرده تو این سالها که اهل سنت، بزرگان اهل سنت و علمای اهل سنت حاضر نیستن آبروشون رو یک بار دیگه با اینها گره بزنن، به اینها و بر اینها به اشتراک بذارن. اینکه عرض میکنم مردم اصلا نگاه دیگری دارن، یعنی حتی این نگاه مردمه که علمای اهل سنت رو هم تا وادار کرده که از آقای رئیسی حمایت کنه. در ثانی کارنامه آقای رئیسی واقعا قابل دفاعه. یعنی 2 سالی که ایشون در قوه قضاییه بود مردم ایران یک تحول چشمگیر تو حوزه قضایی دیدن، تو برخورد با مفاسد دیدن. مردم چیزی رو که به چشم دیدن رو فراموش نمیکنن. اینه یک نکته. بفهم. وهو كان لافت أيضا أستاذ علي أكبر يعني المشهد الكبير أيضا في الأهواز عند استقبال السيد رئيسي في التجمع الانتخابي الذي حصل قبل أيام قليلة، بالانتقال إلى السيناريو المقابل عند الإصلاحيين. حتى الآن حتى اللحظة لم يخرج قرار رسمي إلا باستثناء
بعض التيارات، بعض الجهات في التيار الإصلاحي التي تقول أنها تدعم هذا المرشح أو ذاك، ولكن بحسب زميلنا أحمد البحراني قد يكون هناك إعلان اليوم أو في الأيام المقبلة لدعم المرشح عبد الناصر همتي. بعض المصادر في الإصلاحيين تقول كما ذكر الخبير في الشؤون الإيرانية عبد الجليل زبيدي معنا في مساحة سابقة بأنه عبد الناصر همتي هو المرشح الخفي للإصلاحيين. أي سيناريو يعد له الإصلاحيون برأيك بحسب المعطيات خلال الأيام القليلة المتبقية؟ اگر به من فرصت بدید اجازه بفرمایید من اول جامعه رأی ایران رو تشریح بکنم، موقع بینندگان بهتر متوجه میشن که اصلاح طلبها کدوم رأی رو به سمت خودشون میکشن میارن. ببینید ما یک جامعه سکولار داریم که اینا به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که بشه با انتخابات به نظام ضربه زد. خب من خیلی صریح اینا رو میگم چون قائل بر شفافیتم. خب یک جامعه اصلاح طلبی داریم خب که بیشتر یک جامعه سیاسی دانشجوییه، معمولا از بدنه سکولار بهره میبره، خودش بدنه اجتماعی قابل توجهی نداره. برای اینکه توضیح بدم خدمت شما مثال بزنم، سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی ما در تهران 69 هزار تا رای برده که نفر اولشون بوده، 69 هزار تا فقط رای در تهران که رای میلیونیه. سرلیست اصولگرایان در تهران 1,265,000 تا. خب ببینید اینشون برای چی؟ به خاطر اینکه جامعه سکولار به جامعه اصلاح طلبی لبیک نگفت. این دو به هم نزدیکن. این پس جامعه اصلاح طلب جامعه کوچیک و در حال زوال از بین داره میره. فلذا ما به فیوچرولوژی میکنیم، آینده پژوهی میکنیم که در آینده نچندان دور اصلاح طلبی در جامعه سکولار و لیبرال هضم میشه. برای همین دیگه ما از الان بشیم میگیم غربگراها، چون این دستبندی دستبندی درستریه و جدیدتره. یک جامعه رای اصولگرایی داریم، اینا همیشه در انتخابات شرکت میکنن، یعنی واجب شرعی میدونن در انتخابات شرکت کردن. بالنسبه للسيناريو المتوقع الان بالنسبه للاصلاحيين نستفيد من الوقت، تبقى حوالي 5 دقائق فقط. بله شش باش. ببینید آقای روحانی 3% بود محبوبیتش تو نظرسنجی ها. خب تو 3-4 روز آخر یک شوی تبلیغاتی عظیم را انداختن، حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، حمایت خاتمی، حمایت سلبریتی ها و حمایت تقریبا میشه گفت نیمه مستقیم غیر مستقیم رسانه های غربی از دولت آقای روحانی، این جامعه لیبرال رو شوروند که بیان رای بدن. از سمت دیگر مردم عادی رو هم اینا خطاب قرار دادن و گفتن برای اینکه اقتصادتون بهتر بشه باید مذاکرات برجام انجام بشه، یعنی معیشت مردم رو با مذاکرات گره زدن و گفتن دولت آقای روحانی میتونه مذاکرات رو پیش ببره. این شد که آقای روحانی از 3% در عرض چند روز اومد شد 51% و در همون دور اول پیروز انتخابات شد. خب تنها راه و چاره‌ای که برای اصلاح طلب ها مونده برای این که اول آقای علیزاده که حتما باید بره کنار، چون 1% اصلا بود و نبود ایشون هیچ فرقی نمیکنه، بس کاندیدا اصلی میشه همتی برای اینها، آقای همتی، این که دوباره این کار رو انجام بدن. منتها میخوام به شما بگم حتی این هم خیلی سخته، برای اینکه سلبریتی ها دیگه حاضر نیستن آبروشون رو برای اصلاح طلب وسط بگذارن، اهل سنت دیگه حاضر نیستن این کارو بکنن، حتی برخی از اصلاح طلب ها مرددن باید از همتی حمایت بکنن یا نکنن. یه نکته هم به شما بگم، ببینید مثلا در مجلس هفتم ما، انتخابات مجلس هفتم، اصلاح طلب ها انتخابات رو تحریم کردن، کلا تحریم کردن، اما 60% مردم مشارکت داشتن. بازم فهمیدن که مردم الزاماً به حرف شما گوش نمیدن، برای مردم معیشت مهمه، برای مردم اون اصول انقلابیشون مهمه. سؤال اخیر، الجميع اليوم يتحدث عن نسبه الاقتراع، البعض يتحدث انها قد تصل الى حدود 50%، الان في ظل هذه الحماوه المستجده بالنسبه للسباق الانتخابي، كيف يمكن ان نتوقع ان يكون مشهد يوم الجمعه؟ هل يمكن القول انه نسبه الاقتراع قد تزداد مع هذه السخونه الاخيره؟ ببینید اولا اینکه خب مسئله کرونا مؤثر متاسفانه بر روی انتخابات و تو انتخابات مجلس هم دیدیم، گزارشی که حتی مخالفان جمهوری اسلامی مثل بی بی سی دادن حاکی از اون بود که تأثیر کرونا بر انتخابات مؤثر بوده، شاید حدود 10% تأثیر گذاشته. یکی نکته دیگه این که معمولا مردم ایران در روزهای نزدیک به انتخابات تصمیم به انتخابات میگیرن، اینجوری نشون داده که کسایی که مردد هستن 90%شون شرکت میکنن. من برای همین چیزی نزدیک بین 50% رو پیش بینی میکنم که در عرف جهانیش خوبه، خب اما
برای مردم ما و برای انتخابات های ایران که ما کشور دموکراتیک هستیم، انتخابات فراوان داریم، نسبت انتخابات دیگه‌مون کمتره که دلیلش برمیگرده به این 8 سالی که سخت گذشت به مردم. من یه نمونه کوتاه هم بگم، در دوره دوم آقای هاشمی انتخابات در ایران 50% شد، 56% خب به خاطر چی؟ بخود دور قبلش ما تورم 50% داشتیم، الان هم همین اتفاق دوباره داره میفته که در واقع روحانی ادامه همون آقای هاشمیه دیگه. شكرا جزيلا لك البحث علي اكبر رأي في بور على وجودك معنا اليوم في استديوهات الميادين في العاصمه الايرانيه طهران. شكرا جزيلا. شكرا لكم. الشكر الدائم لكم مشاهدينا على المتابعه. الى اللقاء.